شما خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه مروری داریم بر آخرین تحولات گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین. نگاهی خواهیم داشت به اعتراض‌ها نسبت به ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری از سوی وکلا و حقوق‌دان‌ها. به ادامه بحران بدهی یونان می‌پردازیم و از سفر حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس به فنلاند برای تبلیغ دین اسلام خواهیم گفت. در پایان نیز گزارشی داریم از دیدار تاریخی باراک اوباما با رهبر حزب کمونیست ویتنام. با ما همراه باشید. ماراتون مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 هفته گذشته گرچه به پایان خود نزدیک شد، اما به گفته بسیاری از کارشناسان توافق اتمی ابتدای راهی است که تهران قرار است در مصاف با جامعه جهانی در آینده طی کند. گفته شده که مهمترین چالش مذاکرات وین خواست جمهوری اسلامی برای لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد بوده است. مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و آمریکا مذاکره برای رفع اختلاف‌های باقی مانده بر سر برنامه هسته‌ای ایران را از سر گرفتند. صبح امروز چهارشنبه 17 تیر ماه عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا مذاکرات را آغاز کردند و قرار است بعداً مذاکرات در سطح وزرای امور خارجه دو کشور ادامه پیدا کند. روز گذشته وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه وین را ترک کردند، ولی انتظار می‌رود چهارشنبه شب برای ادامه مذاکرات به وین بازگردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای ادامه مذاکرات در وین ماندند. با سر آمدن دومین ضرب العجل در گفتگوهای وین ظرف یک هفته و تمدید سه روزه آن، مقام‌های ایران و اعضای 5 به علاوه 1 میگویند هرگز تا این اندازه به یک توافق جامع نزدیک نبودند. اظهارات مقام‌های دو طرف حکایت دارد که چند اختلاف کوچک و بزرگ همچنان باقی است که حداقل یکی از آنها بیش از همه خودنمایی می‌کند و آن اصرار ایران بر رفع تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل که با مخالفت آمریکا روبرو است. همزمان جوش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توافقی که نسبت به چارچوب مشخص شده در لوزان ناقص باشد را امضا نخواهد کرد. آقای ارنست گفت آقای اوباما آماده است تا چنانچه اهدافمان تأمین نشود تیم مذاکره کننده را از وین فرا بخواند. وی تاکید کرد هنوز مذاکره کنندگان اختلافات مهمی با ایرانیان دارند و این فقط موضع آمریکا نیست، بلکه دیگر شرکای ما در گروه 5 به علاوه 1 هم بر این اعتقادند. آقای ارنست تاکید کرد توافق هسته‌ای می تواند باعث بهبود روابط ایران و آمریکا شود. این سخنان در حالی ابراز شده است که روزنامه وال استریت جورنال این احتمال را مطرح کرده که کاخ سفید با نگه داشتن توافق موقتی که از سال 2013 میلادی میان طرفها در ژنو برقرار شده به گفتگوها ادامه دهد و چه بسا به رویکرد مذاکره بدون جدول زمانی روی آورد. همزمان باب کروکر سناتور جمهوری خواه گفته است من بار دیگر از مذاکره کنندگان میخواهم محکم بایستند، وقت لازم را صرف کنند و برای فاصله گرفتن از میز مذاکره در صورت لزوم آماده باشند. این سناتور جمهوری خواه از نویسندگان مصوبه است که آقای اوباما را ملزم می کند توافق نهایی با ایران را بلافاصله پس از تکمیل تحویل کنگره دهد. کنگره پس از مرور توافق در مورد لغو تحریم هایی که در این نهاد علیه ایران تصویب شده تصمیم خواهد گرفت. جان بینر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز شامگاه سه‌شنبه 16 تیر ماه در پیامی در توییتر نوشت جمهوری خواهان مجلس نمایندگان برای مسدود
کردن هر گونه توافقی که راه را برای دستیابی ایران به سلاح اتمی هموار کند خواهند جنگید. در تحولی دیگر یک مقام آمریکایی گفته است مذاکره کنندگان در حال تهیه پیشنویس قطعنامه جدیدی هستند که در ارتباط با توافق جامع با ایران باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است در توافق احتمالی با ایران تحریم‌ها در خصوص برنامه موشکی و تجارت تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. از زمانی که پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت، این شورا 6 قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرد. طبق این قطعنامه‌ها برنامه موشکی ایران و همچنین صادرات و واردات تسلیحات نیز مورد تحریم قرار گرفتند. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 16 تیر ماه اعلام کرد مقامات ارشد آژانس در مذاکرات خود در تهران پیشرفت‌های بیشتری داشتند، اما حل مسائل باقی مانده نیازمند کارهای بیشتری است. پس از تصویب ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مخالفت‌ها با آن از سوی وکلا و حقوق‌دانان همچنان ادامه دارد. پس از کانون وکلای دادگستری مرکز، جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران نیز نامه‌ای در اعتراض به اصلاحی‌های این قانون نوشت. قانونی که حق انتخاب وکیل برای متهمان جرایم امنیتی را به رئیس قوه قضاییه واگذار می‌کند. قانون وکلای دادگستری مرکز نوشته مشخص نیست چرا حق آزادی افراد در انتخاب وکیل به دست رئیس دستگاه قضا داده شده که خودش یک طرف محاکمه است. یک روز پس از نامه‌نگاری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به رئیس جمهور ایران در انتقاد به محدودیت حق انتخاب وکیل برای متهمان، جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران جاودان نیز به برخی اصلاحیه‌های قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض کرد. تبصره ماده 48 این قانون حق انتخاب وکیل برای متهمان جرایم امنیتی و جرایم سازمان یافته را محدود ساخته و تصمیم درباره آن را به رئیس قوه قضاییه واگذار کرده است. علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز روز دوشنبه 15 تیر در نامه‌ای به حسن روحانی این تبصره را یک تبعیض ناروا در حق وکلا خوانده و پرسیده بود چگونه باید پذیرفت وکیلی که دارای پروانه وکالت است به دلیل عدم انتخاب توسط رئیس قوه قضاییه حق انتخاب شدن نداشته باشد. این خلاف حقوق اساسی، خلاف حقوق شهروندی وکیل و موکل است. قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در سال 1392 تصویب شده بود، پس از اصلاحات ناگهانی از اول تیر ماه به جریان افتاد. ماده 48 این قانون اصل حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت می شناخت، اما تبصره‌ای که بعداً به این ماده افزوده شده متهم را در هفته اول از دسترسی به وکیل محروم می سازد. در مسیر اصلاحات عبارت دیگری نیز به انتهای تبصره ماده 48 افزوده شد، از جمله در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می شود. این عبارت پس از ایراد شورای نگهبان به این صورت تغییر پیدا کرد. در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید قوه قضاییه باشند، انتخاب می‌کنند. بر این اساس، اسامی وکلای مزبور باید توسط رئیس قوه قضاییه اعلام شود. نجفی توانا در نامه خود به حسن روحانی نوشته بود که متن تبصره ماده 48 موجب بهت جامعه حقوقی کشور شده است.
او خواسته بود که تبصره ماده یاد شده برای پیشگیری از اضرار بیشتر به عدالت قضایی مورد بازنگری قرار گیرد. سایت کانون وکلای دادگستری مرکز نوشته مشخص نیست چرا حق آزادی افراد در انتخاب وکیل به دست رئیس دستگاه قضا داده شده که خودش یک طرف محاکمه است. در نامه جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران 16 تیر نیز عنوان شده که ماده 48 و ماده 625 مخدوش کننده حقوق دفاعی برخی از متهمان است و با اصول 19، 20 و 35 قانون اساسی مغایرت دارد. این جمعیت خطاب به روحانی نوشته است گرچه ممکن است حفظ اسرار پرونده‌های امنیتی یا جلوگیری از فرار مجرمان و اختفای آثار جرم در جرایم سازماندهی شده دلیل وضع تبصره مذکور بوده باشد، لکن قانون دارای ظرفیت‌هایی همچون صدور قرار عدم دسترسی متهم، شاکی و وکلایشان به پرونده است که ما را از اتخاذ راه حل‌هایی اینچنینی که توالی فاسد مترتب بر آن بسیار زیاد است، بی‌نیاز می‌کند. در این اعتراض اشاره شده که تقسیم وکلا به دولتی و غیر دولتی به جو بدبینی میان وکلا، سلب اعتماد متهمان از چنین وکلایی، فعلیت نیافتن زمینه دفاع واقعی وکیل از حقوق متهم یا فساد ناشی از رانت وکلای برگزیده تنها گوشه هایی از جنبه های منفی و قابل پیشبینی اصلاحیه یاد شده هستند. فعالان حقوق بشر پیشبینی کرده اند که اجرای قانون جدید فشارهای امنیتی روی متهمان سیاسی و امنیتی را افزایش خواهد داد و این متهمان در قالب قانونی نیز از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم خواهند شد. علی‌رغم بحران بدهی یونان، اعضای حوزه یورو هنوز از این کشور ناامید نشدند. تلاش می‌شود با ارائه طرحی جدید از خروج یونان از حوزه یورو پیشگیری شود. هنوز مشخص نیست آتن با طرح جدید همراهی کند. اعضای یورو قرار است فردا بار دیگر گرد هم آیند تا راهی برای خروج یونان از این بحران پیدا کنند. سرانجام آخرین ضرب العجل برای یونان تعیین شد. دست کم آنطور که دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا پس از نشست فوق‌العاده 19 عضو حوزه یورو در روز سه‌شنبه 16 تیر اعلام کرد، یونان تنها 5 روز دیگر فرصت دارد. سران 19 کشور عضو حوزه پول واحد اروپایی یورو روز یکشنبه 21 تیر بار دیگر گرد هم می آیند. دیگر اعضای اتحادیه اروپا که عضو حوزه یورو نیستند هم به این نشست دعوت شدند، زیرا به گفته توسک تصمیم احتمالی روز یکشنبه به همه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا مربوط می شود. قرار بود دولت یونان روز سه‌شنبه برنامه‌ای مدون به وزیران اقتصادی حوزه یورو ارائه کند، برنامه‌ای که مبنای مذاکرات با اعتبار دهندگان باشد. این برنامه اما ارائه نشد و جلسه روز سه‌شنبه به بحث در مورد تحولات احتمالی در یونان و بسته سوم کمک مالی به آتن گذشت. سران کشورهای حوزه یورو به آتن پیشنهاد کردند برنامه‌ای جدید برای دو سال آینده تدوین کند که هدف آن برطرف کردن مشکلات اقتصادی و بازتعریف ساختارهای دولتی باشد. صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که چنین طرحی دست کم 50 میلیارد یورو هزینه در بر داشته باشد. صندوق اضطراری حوزه یورو این هزینه را تأمین می کند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان انتظار دارد که یونان در روز چهارشنبه 8 ژوئیه درخواستی مشخص برای دریافت کمک‌های جدید ارائه کند. پیش از این الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان وعده داده بود که آتن تا روز پنجشنبه طرحی جزئی شامل کمک‌های مورد نیاز و اصلاحات احتمالی در ساختارهای اقتصادی یونان را ارائه خواهد کرد. روز یکشنبه سران حوزه یورو پیشنهادهای ارائه شده را به بحث می‌گذارند. به گفته آنگلا مرکل برنامه جدید و شروط تعیین شده در آن به برنامه‌ای که مردم یونان در همه پرسی یکشنبه گذشته به آن رأی منفی دادند هیچ ارتباطی نخواهد داشت.
اظهارات سیاستمداران اروپایی از جمله آنگلا مرکل پس از نشست روز سه‌شنبه نشان می‌دهد که خوشبینی چندانی به وعده‌های آتن وجود ندارد. خانم دالیا گراباوسکایته رئیس جمهور لیتوانی هم پس از نشست در مورد نخست وزیر یونان گفت اول گفته بود امروز طرحی ارائه می‌کند، حال می‌گوید فردا. طرف یونانی دائم می‌گوید فردا فردا فردا. به گفته حاضران در نشست بسیاری از سران حوزه یورو ضرب العجل جدید به یونان را با اکراه پذیرفتند. از این گذشته وزیر دارایی فنلاند گفت بسیاری از کشورهای حوزه یورو از جمله فنلاند و آلمان برای موافقت با بسته کمک مالی جدید به یونان با موانع پارلمانی روبرو هستند. همچنین از بخش بدهی های آتن هم هنوز سخنی به میان نیامده است. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان پس از نشست سه‌شنبه تصریح کرد بخششی در کار نخواهد بود. بانک های یونان هنوز بسته هستند. چرخهای اقتصاد با ایست کامل فاصله چندانی ندارند. منابع درآمد دولت یونان یکی پس از دیگری از بین می روند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند چون این شرایطی نمی تواند برای چند هفته ادامه یابد. از طرفی گفتگو بر سر بسته کمک مالی جدید دست کم چند هفته به طول خواهد انجامید. آتن تا نهایی شدن کمک‌های احتمالی جدید به کمک مالی نیاز دارد. آنطور که آنگلا مرکل گفته است، بانک مرکزی اروپا پس از نشست فوق‌العاده روز یکشنبه در مورد کمک جدید به یونان تصمیم می‌گیرد. به این ترتیب بانک‌های یونانی فعلا از ورشکستگی نجات می‌یابند و احتمالاً شرایط دسترسی مردم به پول نقد بیشتر فراهم می شود. در این حال آتن باید روز 29 تیر 3.5 میلیارد یورو قسط به بانک مرکزی اروپا بپردازد. همزمان و برای نخستین بار از طرح بدیلی سخن به میان آمده که شامل دو سناریوست، یکی برای خروج یونان از حوزه یورو و دیگری برای حفظ یونان در این حوزه. به گفته رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، اگر یونان مجبور به ترک حوزه یورو شود، کمک‌های انسان دوستانه برای مردم این کشور پیش‌بینی شده است. به گفته وی سناریوی دیگری هم وجود دارد که سناریوی مورد علاقه اوست و با استفاده از آن می‌توان بر مشکلات غلبه کرد و یونان را در حوزه پول مشترک اروپایی نگه داشت. رسانه‌های ایران از سفر حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس به فنلاند برای تبلیغ دین اسلام خبر دادند. صادق زیباکلام در نامه نوشته وقتی آقای رسایی در میان ایرانیان کمترین مخاطب را دارد، چگونه در خارج از کشور حرفهایش می‌تواند با استقبال مواجه شود، آن هم در شرایطی که وی بر زبان انگلیسی مسلط نیست. او بیشتر برای اخذ ویزا به سفارت آلمان در تهران مراجعه کرده بود و در واکنش به اقدام سفارت برای انگشت‌نگاری گفته بود به طور عزتمندانه انگشت‌نگاری شده است. سایت عصر ایران گزارش داد حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس و از مخالفان دولت و توافق هسته‌ای برای تبلیغ دین اسلام عازم هلسینکی پایتخت فنلاند شده است. او پیش از این چند بار به دعوت انجمن اسلامی به آلمان سفر کرده بود. رسانه‌های ایران با انتقاد از سفر رسایی که سابقه فحاشی به غرب و آمریکا را دارد، از این سفر ابراز تعجب کردند. رسایی با انتشار عکسی در اینستاگرامش به این واکنش‌ها انتقاد کرده و در عین حال حضورش در فنلاند را تایید کرده است. رسایی عکس‌هایی از سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به انگلیس را در اینستاگرامش منتشر کرده که در نوشته بالای آنها سفر روحانی به انگلیس با سفر رسایی به یک کشور خارجی مقایسه شده است. در شرح این عکس‌ها نوشته شده موج رسانه‌ای و تخریب نماینده تهران به خاطر سفر تبلیغی چند روزه رسایی به یک کشور خارجی که با دعوت یک مرکز غیر دولتی بوده و سکوت در برابر سفرهای مکرر روحانی به انگلیس برای اخذ دکترا در زمانی که مسئولیت‌های مهم داشته. قضاوت با شما.
نماینده اصولگرای مجلس در زمان برگزاری جام جهانی برزیل هم به عنوان عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی فساد در فوتبال قصد داشت با هزینه مجلس به این کشور سفر کند. با رسانه‌ای شدن موضوع سفر او منتفی شد. همزمان با سفر این نماینده تندروی مجلس به فنلاند، صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی در نامه‌ای از او خواسته اگر متاعی در جهت تبلیغ اسلام و دین اسلام دارد، بهتر بود آن را در کشورش ارائه می‌کرد تا مردم بیشتری طرفدارش شوند. زیبا کلام در این نامه آورده است وقتی رسایی در بین جوانان، کهنسالان، زنان، مردان و اقشار مختلف ایران در بعد از انقلاب کمترین مخاطب را دارد، چگونه در خارج از کشور حرفهایش میتواند با استقبال مواجه شود؟ رسانه‌های ایران از آخرین پست صفحه رسایی نقل کردند که درباره توافق هسته‌ای نوشته است در توافق پیش رو غیرت یا بیغیرتی کدام امضا می شود و ملت دست امضا کنندگان توافق بد را می شکنند. با این حال به نظر می رسد که این نماینده مجلس در عین انتقادهای خشم‌آلود خود به غرب و آمریکا علاقه زیادی به سفرهای اروپایی دارد. او حتی زمانی که برای سفر به آلمان متوجه شد که باید انگشت نگاری شود، مخالفتی با این موضوع نداشت و پس از انگشت نگاری در سفارت آلمان در تهران گفته بود که به طور عزتمندانه انگشت نگاری شده است. زیبا کلام در نامش می پرسد تصور نمی کنم رسایی به زبانهای انگلیسی یا سایر زبانهای اروپایی آگاهی و تسلط داشته باشد. حال چطور امید دارد بتواند با اهالی فنلاند در صورت لزوم ارتباط برقرار کند؟ اما با وجود نابسامانی‌های اقتصادی در ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، کمک‌های مالی و اعتباری تهران به سوریه همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین اقدام، ایران یک خط اعتباری دیگر به مبلغ 1 میلیارد دلار به سوریه اختصاص داد. کشوری که از 4 سال پیش تا کنون درگیر نبردهای خونین داخلی بوده و بنابر گفته کارشناسان با کمک‌های مالی و نظامی جمهوری اسلامی توانسته تا کنون دوام بیاورد. برای سومین مرتبه از زمان شروع جنگ داخلی در سوریه در سال 2011، ایران یک خط اعتباری دیگر به مبلغ 1 میلیارد دلار به سوریه اختصاص داد. به نوشته خبرگزاری رسمی سانا، توافق بر سر این اعتبار در 19 ماه می میان بانک تجارت سوریه و بانک توسعه صادرات ایران امضا شده بود. اینک با موافقت مجلس سوریه این توافق مجرای قانونی می‌یابد. در توضیح قرارداد تنها گفته شده که از این اعتبار برای واردات کالا و انجام پروژه ها استفاده خواهد شد. جزئیات دیگری روشن نشده است. این قرارداد روز سه‌شنبه 16 تیر ماه در مجلس سوریه به تصویب رسید. جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه متحد کلیدی دولت بشار اسد در منطقه است. مقامات جمهوری اسلامی ایران در جنگ داخلی سوریه از هیچ حمایت مالی و نظامی به اسد دریغ نکردند. کشوری که از 4 سال پیش تا کنون درگیر نبردهای خونین داخلی است. در سال 2013 تهران دو خط اعتباری به مبلغ مجموعاً 4 میلیارد و 600 میلیون دلار به سوریه اختصاص داد که بیشتر آن صرف خرید نفت شد. با گذشت قریب به 4 سال از جنگ داخلی سوریه، دولت این کشور به طور فزاینده‌ای به کمک‌های متحدان خود از جمله ایران متکی است. در جنگ داخلی سوریه دست کم 230 هزار نفر کشته شدند. بشار اسد با کمک‌های مالی و نظامی ایران توانسته است تا کنون دوام بیاورد و نیروهای حزب الله لبنان نیز که طرفدار ایران هستند، نیروهای خود را برای جنگ با مخالفان اسد به سوریه گسیل کردند. جهاد یازقی، مدیر سایت اخبار اقتصادی سوریه، میگوید این اعتبارات تنها منبع تامین ارز است که برای دولت سوریه باقی مانده است.
نخستین خط اعتباری ایران در سال 92 با سقف 3.6 میلیارد دلار به سوریه اختصاص داده شد. طبق قرارداد طرفین ایران به ازای صادرات نفت خود از حق سرمایه‌گذاری در سوریه برخوردار می‌شد. ارائه کمک‌های مالی و اعتباری به سوریه در حالی است که اقتصاد ایران با تنگناهای مالی و بانکی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مواجه و از نابسامانی‌های مانند بیکاری و تورم رنج می‌برد. خبرگزاری ایرنا به نقل از شهردار خرم‌آباد امروز خبر داد در بین 150 نفری که اخیراً توسط بخش خصوصی برای رفتگری و خدمات تنظیف این شهر استخدام شدند، 23 نفر دارای مدرک لیسانس و حتی فوق لیسانس بودند. خبر استخدام این افراد پیشتر توسط برخی از سایت‌ها در ایران منتشر شده بود. استخدام جوانانی با مدرک لیسانس و فوق لیسانس برای رفتگری و تنظیف شهر خرم‌آباد نشانه بارز نابسامانی حاکم بر بازار کار این استان است. بر پایه آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران مطلق کشور 2.5 میلیون نفر تخمین زده شده است. اما کارشناسان آمار بیکاران مطلق را تا دو برابر این رقم عنوان می کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 4 اردیبهشت 94 گفت 42% از فارغ التحصیلان در ایران بیکار هستند. تنها در یک نمونه محمد رضا نوروزیان رئیس کانون ملی معماری ایران 3 اردیبهشت 94 گفت 60% مهندسان معمار در ایران بیکار هستند. با همه این نابسامانی های اقتصادی در داخل کشور، کمک‌های مالی و اعتباری جمهوری اسلامی به سوریه همچنان پابرجاست. مخالفان توافق هسته‌ای ایران معتقدند که این توافق دست جمهوری اسلامی را برای ارسال کمک‌های بیشتر به سوریه و گسترش حمایت خود از این کشور باز می‌گذارد. گفته می‌شود که 100 میلیارد دلار از اموال ایران در خارج بلوکه شده که به نظر می‌رسد با آزاد شدن آنها کمک‌های جمهوری اسلامی به بشار اسد و گروه‌هایی چون حماس و حزب الله افزایش یابد. هفته گذشته وزارت خارجه پاکستان خبر داد که مذاکرات صلح یک روزه میان مقام‌های حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان پایان یافته و دو طرف توافق کردند که بعد از پایان ماه رمضان این مذاکرات را ادامه بدهند. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه 17 تیر در اطلاعیه‌ای گفت هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان روز سه‌شنبه در منطقه مری در نزدیکی اسلام‌آباد دیدار و گفتگو کردند. در این اطلاعیه آمده است نمایندگان کشورهای چین و ایالات متحده آمریکا نیز در این مذاکره حضور داشتند. وزارت خارجه پاکستان گفته است شرکت کنندگان در این نشست دیدگاه‌های خود را در مورد روند صلح در افغانستان، کشوری که از زمان سقوط رژیم طالبان توسط نیروهای آمریکایی در سال 2001 میلادی شاهد جنگ و شورش است، ابراز داشتند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از رسیدن به قدرت یافتن راه حل سیاسی برای منازعه افغانستان را به یکی از اولویت‌های خود تبدیل کرده است. در اطلاعیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که هر دو طرف در جریان نشست روز سه‌شنبه خواست مشترک خود را برای آوردن صلح به افغانستان و منطقه بیان کردند. وزارت خارجه پاکستان افزوده است شرکت کنندگان بر ضرورت گسترش اعتماد سازی تأکید کردند تا میان همه طرفهای دخیل اعتماد ایجاد شود. وزارت خارجه پاکستان گفته است دور بعدی گفتگوها پس از پایان ماه رمضان صورت می‌گیرد. قرار است تاریخ این گفتگوها از سوی دو طرف تعیین شود. نواز شریف نخست وزیر پاکستان که در یک سفر سه روزه در اسلو پایتخت نروژ به سر می‌برد، در گفتگو با تلویزیون پاکستان این مذاکرات را پیشرفتی عظیم خوانده است. نخست وزیر پاکستان گفته است امیدوارم این مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشد که مطمئناً به تأمین صلح و ثبات در افغانستان بسیار کمک خواهند کرد. دفتر رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیئتی از شورای عالی صلح برای گفتگو با طالبان به پاکستان رفته است. حکمت خلیل کرزای معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان نیز عضو هیئت افغانستان بوده است. در ماه‌های اخیر جلسات رسمی متعددی میان مقامات افغانستان و طالبان در خارج از افغانستان برگزار شده بود.
ایالات متحده از آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان استقبال کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه 16 تیر ماه گفت مذاکره دولت افغانستان با طالبان گامی مهم برای پیشبرد چشم‌اندازی است که می‌تواند به صلحی قابل اعتماد منجر شود. همزمان با این مذاکرات چند حمله انتحاری در کابل پایتخت افغانستان نیز رخ داده که دست کم یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از مقام‌های رسمی در هفته جاری دو حمله نیز با هواپیماهای بدون سرنشین به شبه نظامیان وابسته به حکومت خودخوانده اسلامی در ننگرهار صورت گرفته است که در پی آن ده‌ها نفر از جمله نفر دوم در سلسله فرماندهی گروه در افغانستان کشته شدند. مقام‌های امنیتی افغانستان نام فرمانده کشته شده را گلزمان اعلام کردند. 20 سال پس از برقراری رابطه دیپلماتیک میان ویتنام و آمریکا که پیشتر دشمن یکدیگر به شمار می‌رفتند، رهبر حزب کمونیست ویتنام روز سه‌شنبه 7 ژوئیه با باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. سفر دبیرکل حزب کمونیست ویتنام تاریخی ارزیابی شده و قرار است در این سفر وی مهمان اتاق بازرگانی آمریکا باشد. ویتنام سرزمینی که در دهه 60 و آغاز دهه 70 شاهد خونین ترین نبردهای تاریخ میان نیروهای ویتنام شمالی و جبهه آزادی بخش ویتنام جنوبی معروف به ویتکونگ از یک سو و نیروهای ویتنام جنوبی و متحدانش به ویژه ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر بود، 40 سال بعد با کمک آمریکا به سرعت به یک قطب اقتصادی در جنوب شرقی آسیا تبدیل می شود. روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید میزبان نوئن فو ترانگ رهبر حزب کمونیست ویتنام بود. این اولین دیدار از این نوع از زمان عادی‌سازی روابط میان دو کشور است که دو دهه پیش رخ داد. آقای اوباما در این دیدار یادآور شد علارغم جهان‌بینی‌های متفاوت سیاسی، دو کشور در حال تعمیق روابط هستند. آمریکا و ویتنام با توجه به قدرت نمایی روزافزون چین در منطقه آسیا در تلاش برای ایجاد یک محور جدید برای همکاری و توسعه اقتصادی در منطقه هستند. این ماه مصادف با 40مین سالگرد پایان جنگ ویتنام است. آقای اوباما گفت روشن است که دو کشور در قرن 20 تاریخی دشوار را پشت سر گذاشتند و هنوز هم اختلاف‌های قابل توجهی در فلسفه سیاسی و نظام‌های سیاسی دو کشور وجود دارد. اما آنچه ما دیده‌ایم ظهور یک روابط سازنده است که بر اساس احترام متقابل استوار است و به نفع مردم هر دو کشور بوده. آقای ترانگ نیز این گفتگوها را دوستانه، سازنده، مثبت و صریح خواند. وی گفت آنچه نهایت اهمیت را دارد این است که ما با گذر از دشمنی سابق به دوستان و شرکای کاملی بدل شده ایم. من قانع شدم که رابطه ما در آینده همچنان رشد خواهد کرد. او گفت که از آقای اوباما دعوت کرده به ویتنام سفر کند و رئیس جمهور آمریکا این دعوت را پذیرفته. با این حال دیدار روز سه‌شنبه منتقدانی نیز داشت. معترضان در اطراف کاخ سفید علیه نقض حقوق بشر در ویتنام تظاهرات کردند و گروهی از قانونگذاران آمریکایی در نامه‌ای سرگشاده به آقای اوباما به این دعوت اعتراض کردند. هفته پیش آمریکا و کوبا نیز پس از نیم قرن دشمنی دست دوستی به یکدیگر دادند و سفارتخانه‌های خود را در واشنگتن و هاوانا گشودند. از سرگیری روابط آمریکا با کشورهایی چون کوبا و ویتنام پس از دهه‌ها روابط پرتنش در حالی است که تهران با آنکه در حال گفتگو با واشنگتن است همچنان بر تبل شعار مرگ بر آمریکا می‌کوبد و با ادامه دشمنی بی‌سبب با این کشور مانع از تجدید رابطه و برخورداری ایران از مزایای دوستی با آمریکا شده است. ممنونم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما خواهم بود، خدایا رو نگهدارتون.